سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه ویدیوی آموزشی دیگه از DLC بازی الدرینگ در خدمتتون هستم. تو این ویدیو قراره بهتون نحوه پیدا کردن زمام فوریجر بود کوکپیت های بازی رو نشون بدم. در مجموع 7 تا از این کوکپیت در بازی وجود داره که هر کدوم برای ساخت و کرافت آیتم خاصی مورد استفاده قرار میگیرند و یکی از آیتم های میسیبل بازی هستند که در ادامه نحوه پیدا کردن تمام این کوکپیت ها رو بهتون نشون میدم. اولین کوکپیت رو میتونه از طریق گریس مورتروئنز در منطقه شادو آلتوس بازی به دست بیاره. دومین کوکپیت بازی رو میتونه از طریق گریس کلیفتو ترمینوس در منطقه گریف سایت پلین بازی به دست بیاره. سومین کوکپیت که بازی رو میتونه از طریق گریس ایلاک ریور داون استریم در منطقه ایلاک ریور بازی به دست بیاره. چهارمین کوکپیت که بازی رو میتونید از طریق گریس پایرو کراس در منطقه شادو آتوس بازی به دست بیارید و باید توجه داشته باشید که برای گرفتن این کوکپیت اول نیاز به آیتم وارمینگ استون دارید که این آیتم رو میتونید از بخش اصلی بازی و گریس لیک فیسینگ کلیف بازی به دست بیارید. بعد از اینکه آیتم وارمینگ استون رو پیدا کردید باید به گریس هایرود کراس در منطقه شادو آلتوس بازی برگردید و بعد از اون باید به محل NPC ورود بازی برید و در کنار این NPC از آیتم وارمینگ استون خودتون استفاده کنید و بعد تنها کاری که باید انجام بدید اینه که باید بازیتون رو ریلود کنید تا این NPC زنده شه و بتونید آیتم کوکپیت 4 رو ازش دریافت کنید. پنجمین کوکپیت رو هم میتونید از طریق گریس هایرود کراس در منطقه شادو آلتوس بازی به دست بیارید. Thank you.
ششمین کوکبوت بازی رو هم میتونی از طریق گریس چرچ دیستریک هایرات در منطقه شادو آلتوس بازی به دست بیاری. هفتمین و آخرین کوکبوک بازی رو هم که یکی از آیتم های میسبل بازی هستش رو میتونید بعد از حرف زدن با شخصیت مور در بازی به دست بیارید. باید توجه داشته باشید که برای گرفتن این کوکبوک اول باید 6 کوکبوک قبلی رو پیدا کنید و در کوئست های شخصیت مور پیشروی کنید و قبل از اینکه به منطقه شادو کیپ بازی برسید با این NPC حرف بزنید تا بتونید این کوکبوک رو ازش دریافت کنید. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه و اطلاعات کافی رو بهتون داده باشم. ویدئوی بعدی میبینم.